ملت بزرگوار ایران، کسی که اکنون در محضر شماست، حسن روحانی. سال 92 در میانه رقابت‌های انتخاباتی. ما می‌توانیم روابط خارجیمون رو با دنیا به صورت مناسبی برگردانیم. سیاست خارجی و تعامل با جهان در صدر وعده‌های سیاسی آقای روحانی قرار داشت. روابط خارجی آرزو نیست که کسی دنبال آرزو باشد. شناخت جهان است. دیدن واقعیت هاست و به هدف دست یافتن است. او راه تعامل با جهان را از رهگذر مذاکره با قدرت ها نشان می داد و در این رهگذر یک باور داشت. من یک ادعایی دارم، البته این ادعا ممکنه شما نپذیرید. به نظر من مذاکره با آمریکا راحت تره تا مذاکره با اروپا. مشکل اروپا اینه در مسائل بین المللی یه قدرت برتری رو بالا سر خودش میبینه به نام آمریکا. اما آمریکایی‌ها همون، حالا به قول معروف، همون کت خدای ده هستن. با کت خدا که شما ببندی خیلی راحت تره تا بری با اون افراد پایین‌تر. 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. من به عنوان رئیس جمهور، آقای رئیس جمهور همانطور که وعده داده بود در اولین روزهای کاریش نقشه مذاکرات را روی میز گذاشت. مذاکره نتایجش آن است که به نفع دو طرف تمام خواهد شد. این همانی است که ما به او بازی برد برد میگوییم. دولت 11 12 مرداد 92 آغاز شد و مهر همان سال دولت در حاشیه سفر به نیویورک و نشست سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل با دیدارها و تماسهایی که پیشتر سابقه نداشت تلفنیک انتر باراک اوباما و حسن روحانی به سراغ تحقق وعده انتخاباتیش میرود. اگر در نیویورک وزیر خارجه ما با وزیر خارجه آمریکا با هم از نزدیک گفتگو نکرده بودند در همون سفر اول در سال 92، و اگر من به تلفن آقای اوباما جواب نداده بودم، شاید این کار یکم کندی صورت می گرفت و با سختی یکم راه آسان شد. از مهر 92 تا تیر 94 حدود 30 دور گفتگو بین ایران و 5 به علاوه 1 انجام شد تا نهایتاً اعلام شد که یک روز تاریخی فرا رسیده است. امروز یک روز تاریخی است. 23 تیر 94 کشورهای ایران و 5 به علاوه 1 بر سر یک برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام به توافق رسیدند. ایدانه فراوان شد تا باد چنین بادا. و این تصویری بود که رئیس جمهور از برجام برای مردم ترسیم کرد. امروز به ملت شریف ایران اعلام می کنم که طبق این توافق در روز اجرای توافق تمامی تحریم ها، حتی تحریم های تسلیحاتی، موشکی و اشاعی هم به صورتی که در قطعنامه بوده لغو خواهد شد. تمام تحریم های مالی، تمام تحریم های بانکی، تمام تحریم های مربوط به بیمه، مربوط به حمل و نقل، تمام تحریم های مربوط به پتروشیمی، فلزات گرانبها، تمام تحریم های اقتصادی به طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق. و حتی تحریم تسلیحاتی هم کنار گذاشته می شود برای 5 سال نوعی محدودیت و پس از آن لغو خواهد شد. طبق برجام باید تحریم‌های ایران برداشته می‌شد و ایران هم فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را محدود می‌کرد. یک محدودیت گسترده، مثلا محدود کردن ذخایر اورانیوم، کاهش تعداد سانترفیوژها، محدود شدن نطنز و فوردو و بازرسی‌های فراتر از معاهده NPT. ایران قول داد یک ماه تمام این تعهدات را انجام دهد. صرف حدود یک ماه اقدامات خودمون رو انجام می‌دیم و آژانس هم اون اقدامات رو تیک میزنه. دیه 94، آژانس بین المللی انرژی اتمی پایبندی کامل ایران به تعهدات برجامیش را تایید کرد. از امروز بانک های کشور با بانک های جهان برای مسائل مالی و پولی
خدمات لازم را اخذ خواهند کرد و خدمات لازم را به مردم عزیز کشورمون خواهند داد. از امروز محدودیت صادرات نفت در کشور ما برداشته می شود. از امروز پولهایی که از آن ملت ایران بود و در بانکهای خارجی بود و قفل نابجایی بر آنها زده شده بود به نام تحریم، در اختیار ملت ایران برای فعالیت‌های اقتصادی خواهد بود. حالا نوبت غرب است که به تعهداتش عمل بکند. زمان زیادی از اعلام اجرای برجام نمی‌گذرد که تصویر ترسیم شده از برجام خدشه‌دار می‌شود. با خبرهایی که از داخل و خارج می‌رسد. 40 روز از اجرای برجام گذشته. اخیراً آقای دکتر صالحی مصاحبه کردن، اعلام کردن که طرف غربی در انجام برخی تعهداتش از جمله برداشتن تحریم‌های بانکی تأخیر داشته. حتی از واژه بحران هم استفاده کردن و خواستاری شده که وزارت خارجه، دستگاه دیپلماسی این بحران رو حل کنن. آقای دکتر لاریجانی هم یه جورایی تایید کرده، گفته طرف مقابل در انجام تعهداتش عمل نکرده. سفیر آلمان هم همینطور تنبیهات آمریکا رو عامل این در واقع تأخیر در اجرای برجام. مشخصا سوالم از حضرت عالی اینه که آیا شما تایید میکنید این تأخیر در اجرای تعهدات طرف مقابل رو یا خیر؟ بله، ممکنه یک بیمه‌گری که شرکت آمریکایی است یا شرکت آمریکایی توش سهم داره تو کار بیمه تعلل کنه هنوز هم، یا برخی از تحریم‌ها میگن آه فلان بانک سویفتش درست نشده. خب بله، اون بانکی که اصلا تحریمش مربوط به هسته‌ای نبوده، یه تحریم دیگه داره، اصلا تحریمش هم برداشته نشده. البته مردم میخوان همه تحریم‌ها برداشته بشه، اشکال نداره، ما میتونیم از نو هیئت مذاکره کننده رو بهش اجازه بدیم راجع به بقیه موضوعات هم با دنیا صحبت کنن. 3 ماه از اجرای برجام میگذرد و رئیس کل وقت بانک مرکزی عمل آمریکا و اروپا در برجام را اینطور خلاصه میکند. اجازه بدهید خلاصه از آنچه که در 3 ماه قبل و از زمان اجرای برجام گذشته ارائه بدهم. تقریبا هیچ. Almost nothing. از همین تاریخ، یعنی فروردین 95 تا 1 سال بعد، آمریکا با بهانه‌های متعدد غیر هسته‌ای جای خالی تحریم‌های هسته‌ای را پر می‌کند و مانع تحقق اهداف اقتصادی برجام می‌شود. در 1 سال پایانی دولت 11، دولت مردان در تلاش برای متحد کردن آمریکا و اروپا به برجام هستند. اینکه برجام این موقعیت رو برای جمهوری اسلامی ایران فراهم کنه که دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی داشته باشه، هدف برجام هست. به همین طور که همه میدونن باید تمام کشورها خودشون رو متحد بدونن به اینکه اقدامات لازم رو انجام بدن برای اینکه موانع رو بردارن، و ما یقیناً به ایالات متحده تذکر دادیم و فشار خواهیم آورد و اتحادیه اروپا هم همین کار رو میکنه. 12 انتخابات ریاست جمهوری فرا میرسد. تعامل با جهان و مذاکره همچنان از وعده های اصلی آقای روحانی در رقابت های انتخابات است. ناراحتی تحریم برداشته شده؟ پاسبان تحریم ناراحتی؟ میخوایی تحریم برگردانی؟ شما میخواهید با دنیا مذاکره کنید؟ شما بلدید با دنیا مذاکره کنید؟ شما زبان دنیا را میفهمید چیه؟ شما در فهم زبان ملت خودتون گرفتارید؟ آقای روحانی باز پیروز انتخابات می شود. سال اول دولت 12 مصادف است با سال پایانی دولت باراک اوباما. اوباما در آخرین سال دولتش تغییری در سیاست‌های برجامی ایجاد نمی‌کند و میراث تعهدات عمل نکرده برجامی را به ترامپ می‌سپارد. توافق با ایران یکی از بدترین و یک‌طرفه‌ترین توافقاتی است که آمریکا اجرا کرده. ترامپ چند ماه پس از رسیدن به قدرت وعده انتخاباتیش درباره خروج از برجام را اجرایی می‌کند.
پس از خروج آمریکا از برجام، نه تنها تمام تحریم‌های هسته‌ای آمریکا در کنار تحریم‌های غیر هسته‌ای از سر گرفته شد، بلکه ترامپ 5 فرمان اجرایی جدید درباره تحریم‌های ایران امضا کرد که پیچ و مهره‌های تحریم ایران را بیش از پیش سفت می‌کرد. سلام عرض می‌کنم. پس از این خروج، رئیس جمهور از تجربه‌ای گفت که پس از 40 سال دوباره به دست آمده. امشب ما شاهد یک تجربه مهم تاریخی بودیم. بر همون سخنی که از 40 سال پیش اون را می گفتیم و تکرار می کردیم و آن این که ایران کشوری هست که به تعهدات خود پایبند است و آمریکا کشوری هست که هیچگاه به تعهدات خود پایبند نبوده است. و در این مقطع آن کشوری که پیشتر کت خدا خطاب شده بود یک موجود مزاحم نام گرفت. خوشحال هستم که یک موجود مزاحم از برجام خارج شده است. ایران یک سال بعد از خروج آمریکا از برجام و بیعملی اروپا آغاز به کاهش گام به گام تعهدات در چارچوب برجام کرد. در تمام جلسات 5 کشور بعد از خروج آمریکا، 5 کشور اعتراف کردند که ایران از همه منافع برجام استفاده نمیتواند بکند. پس عدم توازن رو همه قبول دارند و متاسفانه علارغم این که اروپایی‌ها و دوستانمون بارها و بارها تأکید کردند که ما خروج آمریکا را به نحوی جبران می‌کنیم و به تعهدات خود عمل می‌کنیم، در مقام عمل شاهد اون نبودیم. با وجود عیان بودن عدم توازن‌ها در برجام، ایران همچنان آماده دیدار و مذاکره برای احیای برجام است. اگر من بدانم به یک جلسه بروم، با کسی ملاقات کنم که کشور من آباد میشه و مشکلات مردم حل میشه، من دریغ نخواهم کرد. پس از این اظهار نظر، آقای روحانی برای شرکت در نشست سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک می رود و مقامات غربی رئیس جمهور ایران را برای ترغیب به دیدار با رئیس جمهور آمریکا این چنین دوره می کنند. اگر کشور رو تنگ کنید بدون دیدن اسفون، واقعا فرصت از دست رفت. Because he will not come back in a few months except if I don't know your project. چند ماه دیگه آقای روحانی بر نمیگرده بیرون از این. And President Trump will not go to Tehran. شما و ترامپ باید دو طرف یک استخر باشید و در یک لحظه به درون آب بپرید. همزمان با این تلاش‌ها، نشانه‌ای از اراده آمریکا برای جبران نقض عهدها دیده نمی‌شود. آمریکای ناقض برجام به دنبال فرا برجام است و همزمان سیاست فشار حداکثری را در دستور کار قرار می‌دهد. ما به فشار حداکثری علیه ایران ادامه می‌دهیم. امیدواریم بقیه دولت‌ها هم به ما بپیوندند. و اروپایی که وعده داده بود خروج آمریکا از برجام را جبران کند، در مرحله مقدمه متوقف است. که در همون بعد به خروج آمریکا از برجام، یعنی دو روز بعد در 20 اردیبهشت ماه سال 97 انجام شد، اروپایی‌ها تعهداتی دادن، 11 تعهد دادن که این سکس هیچ کدوم از اون تعهدا نیست، بلکه مقدمه برای اجرای اون تعهدات. حالا تا الان نه تنها اروپایی‌ها اصل تعهداتشون رو انجام ندادن، بلکه حتی مقدمه اجرای تعهداتشون بعد از حدود 14 ماه تازه داره عملیاتی میشه. اینکه آیا عملیاتی شده یا نه، ما هنوز اطلاع کافی نداریم که اقدام شده یا نه. ما طلب کاریم از اروپایی‌ها، اونا از ما طلبی نباید داشته باشن. ما صبر کردیم، صبر بزرگ، صبر جمیل. یک سال دست روی دست گذاشتیم و گوش کردیم، هی اونا وعده دادن، گفتن دو هفته دیگه، یه ماه دیگه، یه ماه دیگه. اروپایی ها وعده دادن و عمل نکردن یا نتونستن، حالا هر کدام که باشه. در سال پایانی 8 سال ریاست جمهوری آقای روحانی، دولت در آمریکا تغییر کرد، هم حزبی های اوباما روی کار آمدند. به نظر میرسد رئیس جمهور به این تغییر برای تحقق وعده های زمین مانده برجامی امیدوار است. امروز ما آمادگی داریم اگر طرف مقابل با صداقت بیاد به میدان،
این مسائل حل و فصل بشه، خیلی سریع هم میتونه حل بشه، اصلا هیچ پیچیدگی حقوقی نداره. به تمام تعهدات بیان بگن ما عمل میکنیم و شروع، ساعت بعد ما به همه تعهدات عمل میکنیم، این کاری نداره، اصلا چیزی نیست. اگر اونا اراده باشه، اگر صداقت باشه، اگر نباشه که خب مهم نیست، ما کار خودمون رو انجام میدیم، ما برنامه خودمون رو انجام میدیم. اون چه به وجود آمده این که شرایط 3 سال پیش تکرار نخواهد شد، این ملت ما بدونه. پس از روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا، 6 دور مذاکره در وین انجام شد، مذاکراتی برای آن که آمریکا به برجام برگردد. من فکر می‌کنم قضاوت درباره اینکه نتیجه چه خواهد بود زود است. برخلاف تصورات، دولت جدید آمریکا نسبت به جبران نقض عهدها بی انگیزه است، امتیازات جدید و توافق جدید را طلب می‌کند. بله، بسیار اهمیت دارد که نه تنها به چالش هسته‌ای ایران بپردازیم، بلکه به سایر مشکلات مثل برنامه موشک بالستیک، فعالیت بی‌ثبات کننده و حمایت از تروریست بپردازیم. پس از تجربه 6 دور مذاکره با دولت جدید آمریکا، آقای روحانی گفت اینها هم جا پای گذشتگانشان گذاشتند. البته دولت جدید آمریکا که آمده، تا حالا هیچ اقدام جدی عملی انجام نداده. حرف زده، یه سری حرفا زده، گفته مثلا کار دولت قبل غلط بوده، گفته فشار حداکثری جواب نداده، گفته راه این نیست، گفته راه جنگ نیست، راه فشار نیست، راه تحریم نیست، راه دیپلماسیه. اینا رو گفته، به زبون اینا رو گفته، منتها در عمل ما نمیبینیم که دیپلماسی باشه، در عمل باز هم همون تحریمه، همون فشاره. در عمل ما اقدام جدی نمیبینیم. پولای ما رو همچنان قفل کردید، نمیذارید در اختیار ما قرار بگیره، تجارت ما رو نمیذارید انجام بگیره، یعنی اینا خبیثن. همین حالام دولت 12 بعد از 6 دور مذاکره جدید برای احیای برجام اعلام کرد دیگر تا تشکیل دولت بعدی، یعنی دولت 13 مذاکره نخواهد کرد، و اینجا نقطه پایان یکی از مهمترین وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی پس از 8 سال ریاست جمهوری بود، پس از 8 سال مذاکره و تأکید بر برجام در حل مسائل کشور، و اینها حالا بخشی از یک تجربه مهم تاریخی شده. در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمیده، کمک به ما نمی کنن، هر جا بتوانند ضربه می زنن. اونجایی که ضربه نمی زنن اونجاییست که امکانشو ندارن. شما هم هر جایی که کارهاتون رو منوط کردید به غرب ناموفق موندید، هر جایی که بدون اعتماد به غرب خودتون قد علم کردید و حرکت کردید موفق شدید. حسنی سادات شبیری، خبرگزاری صدا و سیما.